بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مدیرین شرف خرم‌نژاد هستم، دانشجوی دکترای مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با دوره آموزش مدل سازی مسائل بهینه‌یابی به صورت پارامتری در نرم افزار انسیس ورکبنچ در خدمت شما هستم. در این دوره که یک آموزش پروژه محور هست، هدف بررسی اصول یک بهینه سازی و نحوه پیاده سازی اون، خصوصا بهینه سازی سازه‌ای خواهد بود و کاربردش در صنعت. اهمیت بهینه‌سازی از مواردی هستند که مورد توجه ما در این دوره خواهند بود. شما در این دوره نیاز کمی به روابط ریاضی دارید. در واقع به جز اوایل دوره که مطرح خواهد شد و یک فرمول اساسی و بنیادین خواهد بود، بقیه دوره تقریبا میشه گفت با فرمول ریاضی سر و کار ندارید و صرفا با مفاهیم و مدل سازی در نرم افزار سر و کار خواهید داشت. البته پیشنهاد میشه برای توسعه روش‌های بهینه‌سازی در پروژه‌هایی که دارید یا در تحقیقاتی که خواهید داشت، حتما تسلط بر روش‌های ریاضیاتی بهینه‌سازی رو پیدا کنید. خب، فصل اول در مورد مقدمه بر بهینه‌سازی است. به عنوان مقدمه بایستی بگوییم که بهینه‌سازی چیست و در چه جاهایی کاربرد داشته، یا در گذشته آیا کسی اصلا از بهینه‌سازی استفاده می‌کرده یا نه. اگر یک مروری را برای پل‌های مختلفی که در جاهای مختلف دنیا تحت حاکمیت‌های مختلف در طول تاریخ در سال‌های مختلف ساخته شدن داشته باشیم، می‌بینیم که این پل‌ها یک وجه اشتراکی با همدیگه دارند و اون وجه اشتراک وجود طاق در ساخت پل هست. وجود طاق در ساخت پل که می‌تونیم اون رو با شکل منحنی زیر پل تشخیص بدیم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در پلی در چین وجود داشته، در پل دسفول در ایران وجود داره، در پلی در کشور ایتالیا وجود داره و همینطور در یک پل که به زمان جمهوری روم برمیگرده در کشور فرانسه هم وجود داره. میبینیم در تمام این سازه ها از طاق استفاده کردن. ویژگی طاق این هست که باعث میشه با استفاده از کمترین ماده مورد نیاز برای ساخت پل، بیشترین استحکام برای اون تضمین بشه. این دقیقاً همون تعریفی هستش که میتونیم برای بهینه‌سازی سازه‌ای به کار ببریم. کمترین ماده رو استفاده کردیم با توجه به قیود و محدودیت‌هایی که داریم و بیشترین استحکامی که می‌خواستیم رو تونستیم تأمین بکنیم. به عنوان مثال دیگه‌ای از بهینه‌سازی، ما میتونیم به زندگانی موجودات اشاره بکنیم که به صورت دسته‌جمعی زندگی می‌کنن. برای مثال زندگانی مورچه‌ها رو اگه در نظر بگیریم، برای یک کار مشخص که یکی از اصول اساسی همه موجودات هستش، یعنی پیدا کردن غذا، اونها میتونن در نواحی مختلفی حول خانه خودشون، لانه خودشون به جستجو بپردازن و وقتی که یک مورچه موفق میشه که یک منبع غذایی رو پیدا بکنه، از منبع غذا تا خانه یک اسیدی رو روی زمین منتشر میکنه و برمیگرده به خانه و یک سری مورچه های دیگه رو خبردار میکنه که به سمت اون منبع برن. وقتی که این مورچه ها راه میفتن به سمت منبع، لزوماً از این مسیر عبور نمی کنن، از مسیرهای دیگری هم ممکنه منحرف بشن و مسیرهای دیگری رو هم امتحان بکنن و اگر اون مورچه که از مسیر دیگری رفته سریعتر به خانه بیاد، اون مسیر جدیدی که خودش رفته رو پیشنهاد میده و به تدریج اگر اون مسیری که مورچه دوم و سوم رفته و تجربه کرده سریعتر به خانه برسه، یعنی در حقیقت فاصلش کمتر بوده، مورچه‌های بیشتری از اون مسیر میرن و به مرور زمان یک مسیر بهینه پیدا میشه، همونطوری که در شکل سوم ملاحظه میکنید که این مسیر بیشترین میزان ترشح اون اسیدی که خدمتتون عرض کردم روی زمین وجود داره و دیگه مورچه‌ها به علت اینکه اون اسید به مقدار خیلی زیاد روی زمین وجود داره و اینو میتونن استشمام بکنن، دیگه از مسیرهای دیگه امکان خیلی کمی داره که عبور بکنن. بنابراین از اون مسیر بهینه همواره رد میشن و به غذا میرسن و به خانه برمیگردن. در مثال دیگری ما میتونیم زندگانی زنبور عسل رو اشاره بکنیم. زنبورهای عسل هم برای پیدا کردن گلستان و هم برای ساخت کندوی عسل که این رو به صورت شش ضلعی میسازند و طبق پژوهش‌ها اثبات شده که شش ضلعی فضای بیشتری رو برای ذخیره سازی شهد گل و یا همون عسلی که ما میشناسیم به زنبورها در کندو اختصاص میده. خب، به عنوان یک کاربرد دیگه ما میتونیم به یک قطعه مهندسی اشاره بکنیم، یعنی بهینه‌سازی در صنعت چه کاربردی داره. همونطور که مشاهده میکنید، ما یک طبق رو اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم که یک شکل عجیب و غریبی داره. نمیدونیم چجوری ساخته شده، آیا این لزوما یک انحنای خاص هست یا یک بخشی از یک انحنا هست،
و اما دیگه ملاحظه میکنید یک سری سوراخ ها در این طبقه وجود داره که ما نمیدونیم این سوراخ ها بر چه اساس ایجاد شدن، آیا قیدی وجود داشته، آیا لوله ای از اونجا رد میشده. این که این چه انحنایی داره، چرا این شکل عجیب غریب پیدا کرده، همگی برمیگرده به یک فرایند بهینه سازی که طی شده تا این قطعه به دست اومده. برای مثال من میتونم این رو به این شکل معرفی بکنم که یک قطعه ای داشتم، همون دیگه ملازمی که در شکل A این قطعه یک طرح اولیه بوده، بعد این طی یک پروسه مهندسی که به اون روش اجزای محدود میگن میاد و یک جسم انعطاف پذیر رو تبدیل به تعداد خیلی زیادی ولی محدود از المان‌های صلب تقسیم میکنه که به این طرح دوم میگن مدل اجزای محدود، چون که اجزای اون زیادن ولی محدودن و هر جزء هم صلب هستش، اتصالاتی با هم دیگه دارن، و بعد میاد اون رو تحلیل میکنه که کدوم یکی از این اجزا باشن یا نباشن. این یک استراتژی بهینه‌سازی ساده است که دارم خدمتتون عرض میکنم. بر چه اساس؟ بر اساس تنشی که درشون ایجاد شده، مثلا اونهایی که اهمیت کمتری دارن رو میندازه دور و به مرور به یک حالتی میرسه، به یک شکلی میرسه که به اون توپولوژی جدید میگن. به این شکل میگن یک توپولوژی جدید. شکل A یه توپولوژی داره، شکل D توپولوژیش تغییر کرده و اصطلاحاً توپولوژی بهینه شده، که اینو در اسلایدهای جلوتر و در جلسات آینده توضیح خواهیم داد و عملاً در نرم افزار پیاده خواهیم کرد. به یک طرحی میرسن، این طرح رو قابل ساخت میکنن، حالا روش ساختشون محدودیت ممکنه داشته باشه، اون رو قابل ساخت میکنه و در نهایت به این شکلی که گفتیم چقدر عجیب غریب هستش میرسن. پس این شکل هایی که ممکنه در قطعات مختلف جاهای مختلف در صنعت دیده باشید تماما برمیگرده به اون فرایند بهینه‌سازی که روی اونها صورت گرفته. در جلسه گذشته در مورد کاربردهای بهینه‌سازی در ساخت و سازهایی که در گذشته انجام می‌شده در جاهای مختلف دنیا، همچنین در زندگانی موجوداتی که با همدیگه زندگی می‌کردند مثل مورچه‌ها یا زنبورهای عسل و همینطور در صنعت آشنا شدیم. در این جلسه می‌خوایم درباره ارکان اساسی یک فرایند بهینه‌سازی با همدیگه صحبت بکنیم و مفهوم بهینه‌سازی رو با هم مرور بکنیم. خب بهینه‌سازی تعریف واحدی نداره، چون که این یک علمی هست که در تعامل با علوم مختلف هستش، علوم آمار، علوم اقتصاد، علوم مهندسی و بی نهایت علمی که وجود داره. به طور کلی میتونیم از اون به عنوان بهتر کردن یک طرح سازه، ایده و حتی یک فرایند بگیم، به این معنا که یک طرحی رو بیایم توسعه بدیم و بهترین حالت ممکنش رو اجرا بکنیم، که این اصلا علوم اجرایی و علوم مدیریتی حساب میشه. یک سازه‌ای رو بیایم بهترین حالتش رو بسازیم، که این همون چیزی هست که در این دوره ما قصد بیانش رو داریم، و یا اینکه یک ایده ای رو که در نظر داریم به بهترین شکل بیان بکنیم و به بهترین شکل ارائه بدیم، یا حتی یک فرایند رو، مثلا فرایند تولید یک ماده غذایی رو، اونو بهترین حالتش رو پیدا بکنیم. یک تعریف که از دیدگاه کنترلی میتونیم به قضیه داشته باشیم این هستش که ورودی هامون رو جوری تغییر بدیم که خروجی هامون به شکل مطلوبی که در نظر داریم تغییر پیدا بکنن، و بعد بهترین حالتی که خروجی هامون به اون رسیدن و مطلوب ما بود میشه متناظر با ورودی های اپتیموم و بهینه‌ای که داریم به سیستم میدیم. یعنی در حقیقت یک فرآیند بهینه سازی وجود داره این وسط که میاد متغیرهای ورودی ما رو میگیره. این متغیرهای ورودی میتونن انواع و اقسام متغیرها باشن، نه فقط از یک نوع و نه فقط یک عدد. یک محاسباتی انجام میده که من اینجا عنوان جعب سیاه براش گذاشتم، چون که ممکنه علوم مختلفی باشه، مکانیکی باشه، آماری باشه، اقتصادی باشه و هر نوع دیگه ای باشه، بنابراین اسمش رو گذاشتم جعب سیاه و کار ندارم اینجا چه اتفاقی میفته. فقط این سری متغیرها من دارم که دارم میدم به اصل سیستمم و اصل موضوع، و بعد یه سری خروجی ها به من میده که مقادیر متغیر خروجی رو ارزیابی میکنم. اگر مطلوبم شد، یعنی متغیرهای ورودی که دارم میدم بهینه است. خب ابتدا بایستی ما بیایم واژه اپتیمایزیشن رو توضیح بدیم، چون که کلمه انگلیسی بهینه سازی و یا بهینه یابی اپتیمایزیشن هست، اما معادل فارسی چیه؟ آیا بهینه سازی یا بهینه یابی؟ بهینه سازی یعنی ماهیت مهندسی موضوع، یعنی ساختن یک چیز بهینه. اما اگر بخوایم به طور کلی‌تر به موضوع نگاه بکنیم، اپتیمایزیشن یعنی بهینه‌یابی که ماهیت ریاضی داره. پس ابتدا من میام ماهیت ریاضی رو بیان می‌کنم، با یه سری فرمول‌ها آشنا میشید شما،
بعد میایم اون رو توسعه میدیم به ماهیت مهندسی و میایم میگیم که هر کدوم از این چیزهایی که در ماهیت ریاضی تعریف کردیم در ماهیت مهندسی چه معنا و مفهومی دارند. خب بهینه یابی به معنای یافتن مقدار بهینه یک تابع تحت شرایط خاص هستش. یافتن مقدار بهینه، کدوم مقدار؟ مقدار چی؟ همون ورودی هایی که داریم اینجا بهشون میگیم متغیرها اصطلاحاً، یا متغیرهای طراحی که قراره به دنبال بهترین مقدار اونها باشیم. که چه اتفاقی بیفته؟ که اگر به یک تابع مشخص که اینجا بهش میگیم ابجکتیو فانکشن، تابع هدف یا تابع هزینه، اعمال بشود، ورودی مطلوب میده. در چه شرایطی؟ در شرایطی خاص که در نظر داریم، همون قیود ما هستند، نه در هر شرایط دلخواهی. اگر بخوایم ریاضی به قضیه نگاه بکنیم، این موضوع به معنای مینیموم یا ماکسیموم کردن یک تابع fx که در حالی که تابع های gx و lx که به تعداد m تا و p تا به ترتیب وجود داره، اونها رو هم این x برآورده بکنه. حالا جلوتر توضیح میدم g چیه، l چیه، x چیه، f چیه. اما به طور کلی اگر به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، این هستش که یک تابعی قرار اکسترموم بشه، حالا در مسائل مهندسی معمولا میگن مینیموم بشه. بحث اول من درباره ابجکتیو فانکشنه، همون تابعی که قراره متغیرهام رو یعنی x رو بهش بدم و اون مقدار بهینه رو به من بده. مقدار بهینه معمولا برای توابع مهندسی، کاربرد مهندسی دارن، یه مقدار مینیموم هست، یعنی دنبال مینیموم کردنش هستیم. مثال خدمت عرض میکنم، تنش، ما دنبال مینیموم کردن تنش در سازه هستیم تحت یک بارگذاری مشخص. خب پس نام دیگر این تابع fx که بهش گفتیم objective function یا تابع هدف، تابع هزینه است. همونطور که من عرض کردم علوم مختلفی وجود داره که بهینه سازی در اونها به کار گرفته میشه. تابع هزینه معمولا برای جاهایی است که دنبال این هستیم که هزینه رو کاهش بدیم و امثال هم. اما تابع هدف میتونه اسم کلی تری باشه، اسم جامع تری باشه، یعنی هدف ما چی هست از بهینه سازی، و به اون تابع هدف میگن. همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب هدف از مسئله بهینه‌یابی میتونه به دست آوردن مقدار اکسترموم این تابع باشه، یعنی یا بیشینش بکنیم یا کمینه. اما در مسائل مهندسی ما عموما دنبال کمینه کردن موضوع هستیم. یه مثال هم خدمتتون عرض کردم. بحث بعدی در مورد این متغیر طراحی x هستش که با رنگ سبز نشون دادم. دنبال بهینه کردن این متغیر هستیم. این متغیر که میتونه موارد مختلفی باشه، شامل طول، اندازه، زاویه یک هندسه ای یا جنس قطعمون، موارد مختلف میتونه باشه، فضای حل رو تشکیل میده. دقت کنید، فضای حل بزرگترین فضایی که ما در اون فضای حل دنبال بهترین نقطه هستیم که بردار x مون رو تشکیل بده، و اگر x رو در f بذارم، f مینیمم مقدار خودش رو پیدا بکنه. اما این مینیمم مقدار خودش لزوما جواب اصلی ما نیست، بلکه یک قیودی رو که شامل قیود نابرابری و قیود برابری هست و باید برآورده بکنه. پس بنابراین x ما محدود میشه. پس انتخابهای ما محدود میشن به یک سری انتخابهایی که بر اساس این قیود هستند. پس به این فضای جدید که محدود شده یه فضای حل هست میگن فضای امکان پذیر یا فیزیبل دامین. خب حالا اگر بخواهیم بهینه سازی سازه‌ای رو طبق این تعریف ریاضی که داشتیم با هم دیگه بیان بکنیم، به این شکل هستش که تابع هدف میتواند چیزهای مختلفی باشه در یک سازه، اما به طور کلی ما دو تابع هدف رایج رو اینجا بیان میکنیم، یکی حجم و دیگری فرکانس های طبیعی. اگر تابع هدف ما حجم باشه، یعنی داریم به مسئله به صورت استاتیکی نگاه میکنیم، یه نیروهایی داره وارد میشه، دنبال این هستیم که حجم سازمون کمترین مقدار باشه. و اگر دنبال فرکانس های طبیعی باشیم، یعنی یک بار دینامیکی داره به سازه وارد میشه و دنبال این هستیم که فرکانس های طبیعی سازه ما از فرکانس های تحریک اون باری که داره وارد میشه دور باشه. پس میتونیم بگیم اون باری که داره به سیستم ما وارد میشه یک چیه؟ یک قید هستش. خب حالا اگه بخوایم توضیح بدم در مورد فرکانس های طبیعی، فرکانس های طبیعی مشخصات ذاتی سیستم هستند که اگر سازه تحت باری هارمونیک و با همون فرکانس تحریک بشه، دامنه نوسانات سازه یا قطعه ما خیلی زیاد خواهد شد
و اگر اون شرایط ادامه پیدا بکنه منجر به واماندگی قطعه یا سازه ما خواهد شد. قیود مسئله میتونن موارد مختلف باشن. قیود میتونن شرایط مرزی باشن، اگر در این شکل ملاحظه بفرمایید که یک طبق هستش همونطوری که اشاره شد، میتونیم ما یک بوش داشته باشیم اینجا، یک پین یا منطقه‌ای که فیکس شده به زمین داشته باشیم و امثال هم. خب اینجاها دیگه نبایستی بیایم و تغییرات ایجاد کنیم توی هندسه، چون که اگر هندسه تغییر بکنه دیگه اون اتصال قابل برقرار کردن نیست و این هم همینطور، یعنی این نقطه سوم هم اتصال داره با جای دیگر. بنابراین محدوده حل من که کل این آبی رنگ هست تبدیل میشه به یک محدوده کوچکتر که اون شرط مرزی ازش جدا کردم. این تنها یک قید من هست. قید دیگری هم میتونیم مطرح بکنیم که لزوما هندسی نباشن، مثلا ضریب اطمینان من از یک مقداری کمتر نشه، یعنی ضریب اطمینان من، سیفتی فاکتور من از یک مقداری بیشتر باشه. این یک قید نابرابریه. نیرویی که داره تحریک میکنه سیستم من رو یه نیروی مشخص میتونیم در نظر بگیریم، این یک قید برابری هست. معادل ضریب اطمینان میتونستیم بگیم که تنش ون مایززی که در قطعه من ایجاد میشه، یا تنشی که در قطعه من به طور خلاصه ایجاد میشه، از یه حدی بیشتر نشه. بنابراین قیود مختلفی میتونیم مطرح بکنیم که میتونن یا مساوی باشن یا نامساوی، همونطوری که فرمولشو دیدیم. متغیر طراحی ما چی هست؟ معمولا در مسائل بهینه‌سازی سازه‌ای چوگالی نسبی هر المان در مدل المان محدود سازه که شامل تعداد محدود ولی زیادی از قطعات کوچیکی که به هم پیوسته هستند میتونه چوگالی نسبی باشه. چوگالی نسبی یک عددی بین 0 و 1 هست. اگر این عددی بین 0 و 1 به سمت 0 بره، یعنی اینکه اون یک وید هستش و یک جای خالی هست، و اگر تعداد این جاهای خالی کنار هم دیگه زیاد باشه، یک حفره در سازه ایجاد میشه که در فرایند بهینه‌سازی، در الگوریتم های بهینه‌سازی این موضوع وجود داره و برخی جاها رو تشخیص میده اینجا نیازی نیست وجود داشته باشه و باری تحمل نمیکنه، اهمیت خاصی نداره، پس میتونیم از سازه بزنیم و وزن سازه رو کمتر بکنیم اگر تابع هدف ما وزن باشه. خب یک نکته اینجا باید ذکر بکنم، اونجایی که گفتم حجم رو کاهش بدیم، کاهش دادن حجم به معنای کاهش دادن وزن هستش. طبیعی است که هر چقدر حجم ما کمتر باشه وزن ما کمتر خواهد بود. با گام‌های بهینه‌سازی یک قطعه در خدمت شما هستم. سه گام اصلی برای بهینه‌سازی طراحی یک قطعه وجود دارند. گام اول بهینه‌سازی توپولوژی هست، گام دوم بهینه‌سازی شکل و گام سوم بهینه‌سازی اندازه هست. در این مثال که یک سطح مقطع تیر آی شکل رو به ما نشون داده، اومده و این سه مرحله رو توضیح داده که من از شما عرض خواهم کرد. بحث اولی بحث بهینه‌سازی توپولوژی هست. توپولوژی به معنای شکل کلی یک سازه هست، شکل کلی یک هندسه‌ای هستش که مد نظر ماست. یعنی بخوام توضیح ساده تری بدم، به این شکل هستش که آیا سازه ای ما چه شکلیه، شکل کلی سازه ای ما به چه صورت هست، مستطیلی، دایروی، یک شکل خاصی وجود داره که با چند تا خط به هم وصل میشه، یا اینکه یه جاهایش انحنا وجود داره، چند تا حفره توش وجود داره، یکی دو تا سه تا چهار تا و اینجور موارد. اصلا بحثی درباره اندازه و قطر و طول و اینها اینجا مطرح نیست، یک طرح مفهومی است، یعنی مرحله است که کانسپچوال دیزاین ما هستش. گام بعدی گام بهینه‌سازی شکل هست. بهینه‌سازی شکل یعنی حالا که اومدی و توپولوژی رو تعیین کردی که به چه شکل باشه، اگر قراره یک انحنای اینجا باشه، این انحنا چه جوری باشه، چه در واقع سهمی باشه، چه نوع سهمی باشه. باز اینجا بحث طول نیست ولی شکل دقیق تعیین میشه. اگر گفتیم اینجا یه حفره باشه، در بهینه‌سازی توپولوژی گفتیم یه حفره باشه، دو حفره باشه، نگفتیم حفره ما دایره باشه، بیزی باشه، ولی اینجا داریم میگیم که اگر حفره من تعیین شد در بحث بهینه‌سازی توپولوژی، حالا این حفره من دایره باشه یا بیزی باشه و تقریبا کجا قرار بگیره. خب این بحثم که تموم شد، بحث طراحی بیسیک ما هستش، طراحی اساسی ما هستش. بحث بعدی بحث سایز اپتیمایزیشنه، یعنی به طور دقیق حالا به من بگو اگه قراره اینجا دایروی باشه، این حفره من دایره من چه قطری داشته باشه، قرمزه باشه یا این قطر سیاهه باشه. اگر قراره مثلا تیر من آی شکل باشه و انحنا نداشته باشه دیگه،
کدوم یکی از اینها باشه، اندازه جانش چقدر باشه، اندازه بالش چقدر باشه، اینها رو برام مشخص بکن و اینها وقتی تموم شدن ما بهینه‌سازیمون کامل خواهد بود. همونطور که ملاحظه می‌کنید پارامتری بودن یک سازه خیلیش برمیگرده به سایز اپتیمایزیشن که طراحی با جزئیات ما هستش. در این فصل قرار در مورد بهینه‌سازی توپولوژی با هم صحبت بکنیم. همونطور که در فصل گذشته دیدیم بهینه‌سازی توپولوژی یکی از گام‌های یا بهتره بگیم اولین گام از گام‌های مورد نیاز برای انجام بهینه‌سازی طراحی خواهد بود. به طور کلی میتونیم بگیم بهینه‌سازی توپولوژی به معنای آرایش قرارگیری المان‌ها در سازه است. بهتره بگوییم که توپولوژی به معنای آرایش قرارگیری المان‌ها در سازه است، که البته این یک مفهومی است که از علم اجزای محدود میاد. همونطور که گفتیم علم اجزای محدود که شاید خیلی از دوستان با اون آشنا باشن، علمی است که به بررسی یک سازه میپردازه در شرایطی که اون سازه یک سازه انعطاف پذیر در واقعیت هست و اون رو میاد تقسیم میکنه به تعداد زیاد ولی محدودی از المان‌ها که صلب هستند و بنابراین توزیع تنش روی اونها رو بررسی میکنه. حالا بگیم ما این که کدوم المان وجود داشته باشه کدوم وجود نداشته باشه همون توپولوژی سازمون هست. پس آرایش قرارگیری منظورمون مکان دقیق المان‌ها در سازه و در محدوده طراحی ما نیست. یعنی اگر این شکل رو نگاه بکنید که اینجا قرار دادم، مراحل مختلف برای طی شدن بهینه‌سازی توپولوژی نشون داده. در مرحله اول یک دامنه رو ملاحظه می‌کنیم که این قسمت آبی رنگ مکانی هست که این مستطیل به دیوار حالا مثلا فیکس شده و یک سری نیروها داره در سمت راست این تیر مستطیلی وارد میشه. خب در چنین شرایطی ما یک سری مکانها داریم که اون مکانها بهترین ها هستن و بقیه المانها نیاز نیست که حضور داشته باشن در سازه ما. پس میگیم از این دامنه خاکستری رنگ چه المانهایی نیاز هست وجود داشته باشه. خب با توجه به این تحلیل میاد و بهترین المانها رو از سمت چپ تا سمت راست به دست میاره و یک شکل کلی همونطور که در استیج 5 مشاهده میکنید به دست میاد که مکان ضروری ترین المان ها رو نشون میده. یعنی اگر ما بخوایم یک سازه ای داشته باشیم با کمترین وزن تحت قیود خاصی که داریم میتونیم به این شکل نهایی اینجا اشاره بکنیم. پس به این شکل نهایی که یک شکل کلی است میگن توپولوژی بهینه ی سازه ما. اما توپولوژی بهینه بعضی وقتا ممکنه خیلی قابل ساخت نباشه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اولا توپولوژی بهینه ارتباط خیلی تنگاتنگی با شرایط مرزی که اینجا مثلا بگیم سمت چپ کاملا فیکس شده هست و بارگذاری که حالا می‌بینیم در این مکان بارگذاری داریم در سمت راست این تیره یک سرگیر داره ما حالا یه بخوایم اسم دقیق علمیشو بگیم خیلی به این موضوع ارتباط داره، به هندسه اولیه به قیود بسیار مرتبط هست. و یک نکته دیگه که میشه گفت این هستش که این علم سالهای گذشته وجود داشته ولی با توجه به محدودیت‌های ساختی که وجود داشته، مثلا میگفتن ما به یک توپولوژی بهینه رسیدیم به این شکل، اما خب اینو نمیشه ماشین کاری کرد، مثلا اینو نمیشه با ابزارهای قدیمی تر به دست آورد. اما در سالهای اخیر با توجه به توسعه فناوری پرینت سه‌بعدی و خصوصا پرینت سه‌بعدی که میتونه از پودر فلز و امثال هم استفاده بکنه و بتونه یک سازی فلزی رو پرینت سه‌بعدی ازش بگیره، این علم خیلی مجدد مورد توجه قرار گرفته و مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین در سالهای پیش رو بسیار علم کاربردی خواهد بود. برای مثال من در چند اسلاید پیش رو چند تا مثال آوردم، خیلی سریع از روی اونها رد میشیم و بعد میپردازیم به این که در یک نرم افزار ما چجوری میتونیم بهینه‌سازی توپولوژی رو انجام بدیم. مثال اول در مورد کاربرد پزشکی بحث بهینه‌سازی توپولوژی هست که از یک مقاله در سال 2014 استخراج شده. این مقاله که شما ملاحظه می‌فرمایید میاد و تعریف می‌کنه کاربرد بهینه‌سازی رو به این شکل که یک جمجمه وجود داره، حالا می‌تونه جمجمه انسان باشه یا حالا یک جاندار دیگری باشه، که یک بخشی از اون جمجمه حالا شکسته شده یا حالا وجود نداره. ما باید چی کار بکنیم؟ باید بیایم و با استفاده از موادی که با استخوان و
با ماهیچه ها تناقضی نداره و یه جنس خاصی هستش که عفونت ایجاد نمیکنه و امثال هم، بیایم اون جنس خاص رو در نظر بگیریم، محدودیت هایی که اتصال اون بخش جبران کننده وجود داره با استخوان اصلی جمجمه رو در نظر بگیریم و در نهایت یک سازه طراحی بکنیم که بیاد به جای اون بخشی از جمجمه که از دست رفته قرار بگیره و بنشینه. خب اگر بخوایم همچین شرایطی در نظر بگیریم، اول باید یک محدوده ای رو انتخاب بکنیم. میبینیم یک دامین سلکشن انجام میده، این بخش از جمجمه رو در نظر میگیره، بزرگ میکنه، میاره سمت راست. میگه یک سری جا هستن که اینجا محدوده چشم هست، مثلا محدوده چشم هست، نباید نزدیکمون بشه. یک سری جاها باز میبینیم محدوده مثلا بینی هستش، یا یک سری جاها محدوده فک پایینی هستش که سالمه تا حدود زیادی. بارگذاری داره توی یک مثلا نیم بیزی مثلا انجام میشه. یک جاهایی ما باید ثابت در نظر بگیریم که داره به بخش‌های مختلفی از مثلا فک بالا داره متصل میشه، و یک سری بارگذاری‌های دیگه‌ای هست که از بالا داره به اون قسمت ما وارد میشه. پس ما یک محدوده حل داریم که کل این مستطیل است، همونجور که در جلسات قبل و در فصل قبل بررسی کردیم، ما یک محدوده حل داریم که کل این مکعب مستطیل است. یک محدوده ای داریم که میاد و بر اساس قیود از محدوده حل جدا میشه و مجزا میشه، که همین محدوده هایی هستن که مشاهده میکنید، زرد رنگ هستند. و یک سری نواحی داریم که حالا با آبی و قرمز نشون داده شده که همون قیدها و بارگذاری های ما هستن که روی سیستم وجود داره. بقیه محدوده که میبینیم خیلی حالت شفاف داره و خاکستری رنگ حالا بگیم داره، این بقیه این محدوده در حقیقت میتونه تغییر بکنه، میتونه المانی باشه یا نباشه در این محدوده. و البته المان هایی که باقی میمانند بایستی این محدوده های زرد رنگ و این محدوده بارگذاری و فیکس شده رو به همدیگه وصل بکنه. این میشه دامنه امکان پذیر ما، یا همون فیزیبل دامینی که جلسات قبل صحبت کردیم. اینجا خواستم با یک مثال نشون بدم. خب میبینیم که یک دامین طراحی میشه، این دامین امکان پذیر رو اینجا اومده تشکیل داده، بارگذاری ها روش قرار داده توی اون مقاله‌ای که خدمتتون عرض کردم، و بعد به مثلا دو تا طرح میرسه، این دو تا طرح رو میاد تست میکنه، حالا استاد آینده رو سریعتر رد میشیم، و میاد و اینو به جای مثلا فرض کنیم فک بالا قرار میده و اون ناحیه‌ای که شکسته شده با اون فک قبلی میاد مقایسه میکنه و تست هایی انجام میده. در نهایت شکلی هست که جمجمه و قطعه طراحی شده با رنگی مشابه رنگ جمجمه مثلا در نظر گرفته شده. خب میان اینو پرینت ثبوتی میکنن و تحت بارگذاری های خاصی قرار میدن و در نهایت نتایج خودشون تایید میکنن، یعنی که مثلا فرض کنیم جنس این بعد چی باشه، و یا اینکه این طرح بهینه توپولوژی که پیشنهاد داده نرم افزار آیا طرح مناسبی هست یا خیر. در مثال های دیگری که وجود داره میتونیم مثال های صنعتی رو اشاره بکنیم، که مثال های صنعتی به منظور ایجاد قطعاتی با وزن کمتر و یا قیمت کمتر استفاده میشن. برای مثال ما میتونیم همون طبقی رو اشاره بکنیم که جلسه قبل توضیح دادیم و بنابراین من خیلی کمتر بهش اشاره میکنم. اون شکلی که برای بهینه‌سازی توپولوژی ازش استفاده میشد ما توی جلسه قبل نشون دادیم و دیدیم چجوری به این شکل عجیب و غریب حالا در نگاه اول میرسن. یک مثال دیگری که وجود داره، یک سری موتورسیکلت ها یا یک سری دوچرخه هایی هستند که در سالن اخیر به وجود اومده. این دوچرخه ها با توجه به اینکه وزن کمی باید داشته باشند، از ساختار اصطلاحا لتیس یا ساختار شبکه‌ای استفاده میکنن و یکی از الگوریتم های بهینه‌سازی همین ایجاد سازه های مشبک اصطلاحا یا لتیس استراکچر ها هستش که میپردازه و میگه که چجوری باید ساخته بشن. این ساختارها علاوه بر اینکه استحکام زیادی دارند، از وزن کمی هم بهره میبرن. پس بنابراین میتونن یک سازی سبک وزن برای ما ایجاد کنن که میتونه در مصرف سوخت کاهش شدیدی ایجاد بکنه. یک دست مثال دیگری که میتونیم عنوان بکنیم این هستش که کاربردی که همون اول در مورد بهینه‌سازی به طور کلی من خدمت شما عرض کردم، یعنی همون پل‌هایی که مثال زدیم، این یک پلی هست که یک تاق داره و همونطوری که گفتم تاق باعث استفاده کمتر از مواد و مصالح و در این حال استحکام بیشتر میشه. خب ما با بارگذاری مشخصی یک پل میتونه داشته باشه جایی که عبور افراد وسایل نقلیه و
سایر چیزهای مرتبط از روی اون انجام میشه، جاهایی که قراره به زمین فیکس بشه اگر مشخص بشه، و تحت یک فرایند توپولوژی اپتیمایزیشن و یک الگوریتم توپولوژی اپتیمایزیشن قرار بگیره، ما میرسیم به یک سازه ای که یک توپولوژی که البته خامه و صافی سطح نداره، ولی شماتیک کلی اون این هستش که خیلی شبیه این یک تاقی هستش که ما اینجا مشاهده میکنیم. پس توپولوژی اپتیمایزیشن یا بهینه‌سازی توپولوژی میتواند به عنوان گام اول و یافتن یک طرح مفهومی اولیه از سازه بهینه ما مورد استفاده قرار بگیرد. انواع بهینه‌سازی های توپولوژی که ما باهاش سر و کار داریم در وهله اول و در مراحل مقدماتی، خب روش های معروف دنسیتی بیس هستند، یعنی مبتنی بر چگالی، که همونطوری که خدمتتون ذکر کردم این بود که چگالی یک المان وجود دارد یا ندارد. بهینه‌سازی های دیگری وجود دارند که معروف ترینشون لول ست بیسد توپولوژی اپتیمایزیشن هستش، که اون هم روش دیگری است که البته ما در این آموزش استفاده نمی‌کنیم، فقط خواستم اسمش رو عنوان بکنم. روش دیگری که در بهینه‌سازی توپولوژی استفاده میشه همون لاتیس استراکچر هستش، یعنی اینکه به معنای بهینه‌سازی سازه‌های مشبک هستش. تمامی این روش ها محدودیت هایی دارند و هی میتونیم بگیم که کدوم روش بر دیگری برتری داره. بایستی استفاده بکنیم و ببینیم که به منظور کاربردی که ما در نظر داریم کدوم یک از این روش ها رو میتونیم استفاده بکنیم. این جمله‌ای که بنده خدمت شما عرض کردم جمله‌ای هست که در کل علم بهینه‌سازی وجود داره. روش های متعدد و گوناگونی در علم بهینه‌سازی وجود دارند که انتخاب اونها بسته به سلیقه کاربر و کاربردی که میتونه در مسائل مختلف داشته باشن میتونه متفاوت باشه. در جلسه گذشته با کاربردهای بهینه‌سازی توپولوژی آشنا شدیم و در جلسات قبل‌تر با مفهوم بهینه‌سازی آشنا شده بودیم. بنابراین الان فرصت این هست که ما بیاییم و جایگاه بهینه‌سازی توپولوژی در فرایند کلی بهینه‌سازی طراحی سازه رو درک بکنیم. نکته مهم این هستش که ما بدانیم بهینه‌سازی توپولوژی آخرین مرحله نیست، بلکه شاید بتونیم بگیم اولین مرحله و اولین گام ما هست. ما یک بهینه‌سازی توپولوژی انجام میدیم، بعد یک سری پردازش ها روی اون سازه به دست آمده که توپولوژیش بهینه هست انجام میشه. بعد از اینکه اینجوری شد، یک باز تولید هندسه انجام میشه با توجه به این پردازشی که انجام شده، یا اینکه میتونه پردازش انجام نشه، یک ایده ما از توپولوژی بهینه بگیریم و تولید هندسه جدید بکنیم، یعنی هندسه جدیدی با ایده گرفتن از اون سازه بهینه انجام بشه، یا اینکه میتونه مستقیما همون سازه بهینه استفاده بشه و سطوحش صاف بشن به نحوی بشن که قابل تولید باشه و معنادار باشه. گاهی وقتا با یک سری ابزارها ما میتونیم سازه بهینه‌مون رو بهتر بکنیم و مفهومی تر بکنیم. بعد از اینکه این کار انجام شد، ما یک سازه بهینه داریم از نظر توپولوژی، اما هنوز کار داره. ما بایستی بیایم یک عملیات دیگری تحت عنوان بهینه‌سازی شکل رو به کار بگیریم، که این بهینه‌سازی شکل میاد میگه خب حالا مثلا اون حفره‌ای که شما میگی در این منطقه از سازه من وجود داشته باشه، این حفره دایروی باشه، بیضوی باشه، معادلش چیه؟ و بعد از اون بیایم بهینه‌سازی اندازه انجام بدیم، که اینجا بحث بهینه‌سازی پارامتری مطرح میشه، چون که قرار یه سری پارامترها که همون اندازه ها هستن بهینه بشن. با توجه به چی؟ با توجه به یه سری پارامترهای خروجی که مثلا میتونه استحکام سازه باشه، فرکانس‌های طبیعیش باشن و امثال اون. خب بعد از اینکه بهینه‌سازی اندازه انجام شد، یعنی مثلا گفتیم اون حفره‌ای که قرار اونجا باشه توی بهینه‌سازی شکل بگیم اون حفره دایروی باشه، شعاع اون دایره اینقدر باشه، عمق اون حفره اینقدر باشه، این در بهینه‌سازی اندازه تعیین میشه. بعد میایم ما تولرانس‌های طراحی رو تعیین می‌کنیم و یک نمونه اولیه از سازه بهینه خودمون می‌سازیم، و همونطور که در مثال اول همین فصل ما ملاحظه کردیم که برای یک جمجمه بود، میایم و نمونه اولیه رو تحت تست قرار میدیم ببینیم آیا تحت تست واقعی چجوری داره عمل میکنه. اگر اون ته نیاز به یک بازنگری داشت، مجدداً میریم و در مرحله بهینه‌سازی توپولوژی مجدداً یک کار دیگری انجام میدیم تا به یک توپولوژی بهتر برسیم. پس این یک سیکلی هستش که ما باید طی بکنیم و بهینه‌سازی توپولوژی لزوماً آخرین مرحله نیست.
همونطور که خدمت شما عرض کردم، بهینه‌سازی توپولوژی بر مبنای یک فضای اولیه تعریف میشه. یعنی ابتدا بایستی یک هندسی کلی، هندسی کلی منظورم هندسه‌های ساده است، یعنی یک مستطیل کلی همونطور که دیدیم داخل مثال طراحی قسمتی از جمجمه که از دست رفته، و یا اینکه یک دایره یا اینکه یک بیزیگون یا هر شکل ساده‌ای که ما میتونیم به ذهنمون برسه یا هر شکل ساده‌ای که به ذهن ما میرسه میتونه هندسه کلی رو تشکیل بده که یک فضای طراحی و فضای حل رو برای ما فراهم میکنه. بعد از اون باید فضای امکان پذیر رو تعیین بکنیم. فضای امکان پذیر یعنی از فضای حلی که در مرحله قبل و هندسه کلی و با معرفی یک هندسه کلی تعیین کردیم، بیایم و قیود خودمون رو، نواحی که نبایستی دستکاری بشوند و نواحی مهم و بحرانی هستند رو از اون حذف بکنیم و در نهایت یک فضای امکان پذیر برای طراحی به دست میاد که تعیین اون مرحله دوم هست. مرحله سوم تعیین بارگذاری ها و شرایط مرزی، نحوه اعمال اونها و یا میتونه حتی تعیین جنس ماده در این مرحله سوم قرار بگیره. مرحله چهارم تنظیمات روش بهینه‌ساز، تعیین تابع هدف و قیود هستند که همه اینها جز مرحله چهارم و مرحله نهایی خواهند بود. در جلسه آینده انشالله یک مثال بهینه‌سازی در مورد یک صندلی رو با هم دیگه حل خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه میتونیم به یک هندسه صندلی هایی که روزمره از اونها استفاده میکنیم برسیم. ما بهینه‌سازی توپولوژی یک صندلی در نرم‌افزار ANSYS Workbench در خدمت شما هستیم تا با دیدن یک مثال مفهوم بهینه‌سازی توپولوژی بیشتر جا بیفته. این مثال در قالب چند جلسه کوچکتر طراحی شده و در این جلسه ما قرار هستش یک توضیحاتی درباره مثالی که قرار حل کنیم بدیم. خب همونطوری که مشاهده می‌کنیم فضای امکان پذیر برای طراحی یا فیزیبل دامین ما همین شکلی هستش که در سمت چپ اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، که ارتفاع کلی صندلی 1.14 متر و سایر ابعاد هم همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید در شکل وجود داره. همونطور که نیرویی که به سمت نشیمنگاه صندلی وارد میشه و همینطور به سمت تکیگاه صندلی وارد میشه رو که دو تا سطح A و B به ترتیب هستند رو ملاحظه میفرمایید، عمق صندلی رو ملاحظه میفرمایید و اگر بخوایم درباره نیروها توضیح بدیم این هستش که فرض شده یک فردی با وزن 100 کیلوگرم روی این صندلی نشسته، تقریبا میشه گفت وزن 100 کیلوگرم روی این صندلی نشسته و جنس صندلی رو ما میخوایم چوب صنوبر در نظر بگیریم که مدول یانگ، چگالی اون و ضریب پواسونش به ترتیب مواردی هستند که ملاحظه می‌فرمایید. همینطور تنش کششی تسلیم اون 2.3 مگاپاسکال هستش که این از مشخصات چوب سنوبر هست. ما مشخصات رو ذکر کردیم به خاطر اینکه اگر دوستی عزیزی قصد داره که این مثال رو حل بکنه با همین مشخصات انجام بده که به جواب‌های مشابه برسه. تا به هدف اینجا این هستش که ما نرمی صندلی رو مینیمم کنیم. همونطور که در جلسات قبلی خدمت شما عرض شد، مینیموم سازی نرمی یک امر رایجه، چرا که ما همیشه میخوایم سفتی سازمون یا استیفنس رو افزایش بدیم که تنش ایجاد شونده در سازمون کمتر باشه. پس بنابراین معادل اون که ما ماکزیموم بکنیم سفتی سازه رو این هستش که نرمیش رو مینیموم بکنیم. پس یک مفهومی به نام نرمی تعریف میشه یا کامپلاینس که اون قرار ما مینیمایز بکنیم. نیروهایی که بر صندلی وارد میانه که همونطوری که خدمتتون عرض کردم یک فرد 100 کیلوگرمی و مواردی که در شکل قابل ملاحظه هست در نظر گرفته شدند. شرایط مرزی به این شکل هستش که سطح زیرنی مربعی که این زیر هستش، این سطح کاملا فیکس به زمین در نظر گرفته بشه. البته ما این مثال رو در دو قسمت حل خواهیم کرد، یک بار اینکه این کل این سطح رو ما فیکس به زمین در نظر بگیریم و یکی اینکه این چهار قسمت رو در نظر بگیریم، چهار قسمتی که کنجهای مربع زیرین هستند رو ثابت در نظر بگیریم و بقیه بخش ها رو بگیم ثابت نباشه. هرچند میشه باز هم طرحهای دیگه در نظر گرفت، مثلا بگیم فقط جلو و عقب ثابت باشن. هدف از این کار این هستش که با تغییر شرایط مرزی نشون بدیم که طرح بهینه‌ای که به دست میاد کاملا وابسته به شرایط مرزی است و وابسته به ورودیه که کاربر میده. حالا بسته به اینکه قید خاصی که کاربر مد نظرش هست چی باشه، میتونه طرح بهینه‌مون هم عوض بشه. پس طرح بهینه
یک چیز مطلق نیست. اینو میخوام در واقع در این جلسه این تفاوت در شرایط مرزی نشون بدم. قید طراحی ما چی هست؟ یعنی اینکه قیدی که برای طراحیمون میخوایم بذاریم که تابع هدف ما لزوماً مینیمم ممکنه نباشه. در واقع مینیمم سازی نرمی صندلی به این معنا هستش که میاد المان ها رو جوری کم میکنه که مینیمم ترین کامپلینس یا ماکسیمم استیفنس رو به دست بیاره، اما ما میگیم وزن صندلی 90% کم بشه. پس بنابراین اگر این قید دوم یعنی کاهش 90% وزن صندلی نسبت به طرح اولیه رو در نظر نگیریم، طبیعتا همون شکلی که ارائه میده همین شکلی هستش که ابتدای کار وجود داره، چون که این بیشترین سفتی رو داره. و وقتی ما این قید رو قرار میدیم شروع میکنه به کم کردن المان ها، یعنی المان ها رو حذف میکنه و در نتیجه یک طرحی با المان های کمتر میده که 90% این شکل باشه، ولی سفتی که داره یا نرمی که داره به اون شکلی باشه که ما مد نظرمون هست.